رپرهای ایرانی در جزیره مرگ. میخوایم جزیره مرگ رو فتح کنیم. 11 تا از بهترین رپرهای ایرانی رو جمع کردیم توی یک جزیره و قراره به صورت گلدن گل یا گل طلایی به جنگ همدیگه برن. پس هر کی گل اول بزنه، حریفو در آب‌های خروشان غرق میکنه. سلام و درود خدا بر شما باد. داستان اینجوری که ما این گردونه رو میچرخونیم و اسم هر کی در میاد مثل رضا پیشرو، 11 تا رضا پیشرو توی یک تیم قرار میگیرن. بعد این سمنیای فلش رو میچرخونیم و به هر سمتی افتاد 11 تا رضا پیشرو مقابل 11 تا مهرات هیدن قرار میدیم. هر 11 تا رپر ایرانی قدشون 180، سنشون 20 و استاتس 99 دارن و همه جوره و همه لحاظ با هم دیگه یکسانن. پس اینجا هیچ تبانی وجود نداره. به نظرتون از بین این 11 تا رپر ایرانی کدومشون جزیره رو مال خود میکنه؟ پس بریم گردونه رو بچرخونیم تا اولین رپر در بیاد. حسین توهی توی جزیره مسیح به سمت حسین توهی میره. فلش رو حسین توهی میچرخونه و به سمت بازی کنه چپ بالا میفته، یعنی رضا پیشرو، یعنی 11 تا رضا پیشرو مقابل 11 تا حسین توهی. بله بازی شروع میشه در این زمین زیبا، 11 تا حسین توهی مقابل 11 تا رضا پیشرو. آره زمین میشوند این چهرهای زیبا، دو تا کاپیتان تیم و اینکه همشون قدشون یکسان، سنشون هم مساویه، استاتس هاشون هم مساویه. حالا بازی شروع میشه، حسین توهی از سمت بسته اصلا میکنه به سمت گوشه و آقای رضا پیشرو راحت اینجا برو در میاره. جلو سر میرسونه رضا پیشرو، داره زد دم میزنه به حسین توهی، سانتر رضا پیشرو در میاره توهی. یابد فاسی توهی نگارش تو پیشرو، پیشرو نگارش تو، نگارش تو پیشرو مرو کلا. رضا پیشرو اصلا خوب کار نکرده. بده وسط آقا رضا، بده وسط آقا رضا، بده وسط، بده وسط تر، بده وسط تر. ای وای خطا برای رضا پیشرو شماره ای دروازه‌بان رو چرا اوری بزنه. اوه چوپه لوبر کار رضا تمومه. اسکاری های رضا پیشرو به وسط تر میاره شماره 14 رضا پیشرو. چه پاسی ساندش کن آردو بزن، بزن شوت رو. نیمه اول مساوی و هیچ گلی ندیدیم. چرا بازی ادامه داره و هیچ کدام از این دو اسطوره زیبای رپر ایرانی نتونستن گل سمر برسونن؟ رضا پیشرو چرا این سانتو کشید؟ رضا پیشرو به سمت چپ میاره، خود رضا پیشرو سانتو رو انجام میده، روی دروازه توی در میاره. وای فاست یا وای فاست توی خطرناکی، به خدا خطرناکی، بگیرش. واش رضا پیشرو داره زده حمله میزنه، آخرین فرصت های هر دو تیم در نیمه دوم مسابقه. حالا رضا پیشرو تمام، دو نیمه هیچ گل، پنالتی کشی، همه 90 تا آقا نام کن دور خدا، هیچ کدومشون با اون یکی فرقی نمیکنه. تماشاگرها بدبختان نشستان دارن نگاه میکنن. بله اولین ضربه توی میخواد بره به پیشرو، اولین ضربه توی به پیشرو، اگر که این ضربه گل بشه تو پیشرو نتونه گل کنه توی برده. بره کلا پیشرو. بله آقا رضا پیشرو که این ضربه رو گل کنه توهی رو شکست داده و به صورت گلدن گل به مرحله بعدی میره. آقا بعد پس پیشرو بزن راست، پیشرو بزن راست، به خدا گل میشه. بره کلا تموم میکنه کارو. به این ترتیب حسین توهی در آبهای خروشان غرق میشه و رضا پیشرو قلمروی خودش رو گسترش میده. میریم سراغ نفر بعدی تا ببینیم که کسی میتونه رکورد گل رضا پیشرو بشکنه و سریعتر گل به ثمر بره. بازم پیشرو نمیشه که آقا. از رضا پیشرو میخوایم که گردونه رو چرخونه و فلش به سمت بالا سمت راست میفته، یعنی رضا پیشرو و مهراد هیدن. تونل وحشت، 11 تا رضا پیشرو در مقابل 11 تا مهراد هیدن. رضا پیشرو بوده شروع میکنه در مقابل مهراد هیدن، میبینه که مهراد هیدن سورش میچرب از لحاظ عضلانی رضا پیشرو گانه. رضا پیشرو زده حمله های قشنگی داره به سمت مهراد هیدن میزنه، پاس جلو تر میرسه رضا پیشرو توپ نگاره به سمت جلوتر. یا ابد فضل یا علی به چرخ شوته پاس به رضا پیشرو. رضا پیشرو که نتونسته تا الان در حین بازی گل به ثمر برسونه، تک به تک با دروازه بان رضا پیشرو میتونه گلش رو کنه یا نه؟ توی دروازه موج مهراد هیدن حذف شد و مهراد هیدن در آبهای خروشان غرق میشود و اما قلم روی رضا پیشرو گسترش پیدا میکنه و تقریبا سمت راست جزیره رو به خود اختصاص میده. گردونه رو میچرخونه و میریم سراغ نفر بعدی تا ببینیم که کسی میتونه پیشرو رو بالاخره از جزیره پرت کنه به بیرون. کسی نیست جز حسین ابلیس. در جزیره مدی خان به سمت حسین میرود، حسین فلش رو میچرخوند و به سمت پایین میفته، یعنی به استاد لیتو. بله اینجا جاییست که باید 11 تا رپر نسل قدیم، یعنی حسین، در مقابل 11 تا رپر نسل جدید، یعنی به استاد لیتو قرار بگیره. حسین بازی رو شروع میکنه از سمت چپ، میخواد نفوذ کنه به سمت دروازه به استاد لیتو. ببینم که رکورد رو میتونه به استاد لیتو یا حسین بشکنه که قبل از 20 دقیقه بازی باید گل به ثمر برسونه. حسین ابلیس داره دم میزنه به سمت دروازه به استاد لیتو شماره 4، به عقب تر میخواد بیاره سر بزن. دقیقه 6 ترکون لیتو رو، رکورد رو میشکنه حسین ابلیس. به این ترتیب به استاد لیتو از جمع جدا میشه و در آبهای خروشان قوطه‌ور میشه و حسین ابلیس باخته داره و رکورد چکنی قلم روی خودش رو به آسانی گسترش داد. و اما بریم سراغ بازیکن بعدی تا ببینیم که بالاخره پوتک میاد یا تتلو یا خلصه. بله سپر خلصه. در یه ذره به سمت سپر خلصه میره مهدی خان، فلش رو میچرخونه و به سمت چپ میفته. آقا اشتباه چرخوندی رفت تو آب، این بار راست پایین.
پایین، یعنی آزاد و سپر خلصه مقابل 11 تا یاس. و باز همینجا بحث قدیم و جدید مطرحه، یعنی یاس که قدیمیه در مقابل نسل جدید سپر خلصه. حالا بازی رو خلصه شروع میکنه به عنوان بازیکن جدید، احترام نداشت به یاس که یاس بازی رو شروع بکنه. به ما چست سپر خلصه بغلتر میاره شماری یازش کنارش هست، میره به وسط پس بده یه دونه آروخ رو تموم میکنه بغل یاس، شماره 32 شوت. بابا نمیشه، دقیقه 5 رکورد شکوند. به این ترتیب یاس در آبهای افخروشان قوطه بر میشه و غرق میشه و خدافظی میکنه. سپر قصد قلم روی خودش گسترش میده و به حسین نزدیک میشه. تا اینجا یک سکندر کشیر رضا پیکچرز. باز دوباره گردن رو میچرخونیم، 7 نفر باقی مونده و 4 نفر از بازیکن ها حذف شدن. باز هم پیچرو، باز هم پیچرو، باز هم به خدا همه زحمت رو ایشون میکشه. بعد آخر سر تتلو میاد فینال میزنه، همه جدیرا رو میگیره. حالا نگاه دیگه این مارس مدیخا به سمت رضا پیکچرز نمیره، چون دیگه بالاخره دیگه سرقفتی جدیرا دست ایشون، همونجا مونیم ما سمت چند بالا، یعنی 11 تا رضا پیکچرز مقابل 11 تا امیر تتلو فینال شکل میگیره. بله مشاهده میکنید 11 تا تتلو مقابل 11 تا پیچرو، هر کسی به نظر من این بازی رو ببره جدیرا واسه خودش کرده. اما تا اینجا کار پیچرو تونسته که 3 تا بازی 2 تا بازی رو ببره، ولی تتلو اولین بازیشه. این بازی بسیار خشن خواهد بود. بله رضا پیچرو توپ تتلو رو میزنه. به خدا گل، به خدا گل، بابا بزن دیگه، بکشش دیگه. رضا پیچرو سانتا چون باشه، رضا پیچرو شوت 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 کن، بوی ریباند گل. بهترین فرصت رو از دست میده رضا پیچرو. امیر تتلو میخواد سانتا رو رفت، رضا پیچرو شماره 8 میخواد جلوشو بگیره، تتلو سانتاشو انجام میده. نیمه هست سف سف بگیر اون برا، اون برا بگیر، الان ساند کنه، الان ساند کنه، الان ساند کنه، الان ساند کنه، بگیر اونو دیگه. خب برو راست، برو راست، راست ساند کنه، راست ساند کنه، دارم میگم شوت شوت، همه شوت، همین شوت گله، به خدا همین شوت گله، همین شوت گله. آخرین زده حمله برای تتلو، اگر که این زده حمله گل بشه که شده بر تتلو برده، اگر که گل نشه به پنالتی کشیده خواهد شد جریان و فینال توی پنالتی برنده رو مشخص خواهد کرد. وای 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 آخر نه 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 نه، دفاع رو باز نکن، دفاع رو باز نکن. پنالتی نظر منو بخوای بی نظرم تتلو توی پنالتی میبره، چون احساس میکنم پنالتی تتلو بهتر دقتش نسبت به پیشرو. آقا رضا، آقا رضا، آقا رضا حرف من گوش کن، بزن چپ پایین گله، به خدا گل چپ پایین. بورک دیدی گفتم آقا تتلو چیپ وسط میزنه، من احساس میکنم اگر نظر راست میزنه بپر راست، دارم میگم راست میزنه میره چپ. آقا من چه هستم، من هیچ کمکی نمیکنم، خودتون کمک کار به من بزنین. من وای وای پیشرو گل نکرد، اگر تتلو اینو گل بکنه برنده میشه و پیشرو که 3 تا قلم رو داره در جزیره رو میبره. گل تموم. به این ترتیب رضا پیشرو پس از کل تراش از جزیره خارج میشه و در آبها شناور. میخوای برگردونمت؟ نه میگه من میرم، خدافظ. به این ترتیب امیر تتلو صاحب 4 قلم رو همزمان در جزیره میشه. اما در حریفان قدر میمونه. تا اینجا این کار 5 تا از 11 تا رپر اونو از دست دادیم و کلا 6 تا رپر مونده و کسی نیست. یوز هیچ کس. در جزیره به سمت سروش هیچ کس میرم، و گردن رو هیچ کس میچرخونه به سمت چپ بالا میفته. یعنی سروش هیچ کس در مقابل سپر خلصه. و اینجا باز هم داستان قدیم و جدید مطرح، کسی که نسل صفر بوده ما نسل جدید. حالا اینجا خلصه کوتاه میاد تا در مقابل سروش هیچ کس بازنده بشه و احترام داره بزرگتر یا نه. حالا این دفعه سروش هیچ کس بازی رو شروع میکنه، ببینید که سروش هیچ کس میتونه خلصه ای که نسل قدیم رو حذف کرده بود حذف بکنه و انتقام بگیره یا نه. البته بسته به استعداده، شاید اصلا خلصه استعدادش بیشتر باشه، احترام به بزرگتر که لوچند. آقا به استعداده ما طرف هر دو رو میگیریم، خواستی احترام بذار، خواستی استعداد خودت نشون بده، اصلا به ما ربطی نداره. برو 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 برو، هیچ کس، هیچ کس حمله وو. ببین خدای خلصه حقش ببره، خب من غلط کردم، خلصه حقش ببره، گل گل بزنه داش، غلط کردم. برو بابت فاز، یا 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 بابت فاز، شوتش کن. بوک بخوای عدالتی حساب بکنی خلصه باید ببره. خیلی خوب داره خلصه بازی میکنه، حسین چی هست فقط داره دفاع میکنه، یه دونه شوت نزدش. آقا هیچ کس هیچ کاری نکردی، حسین زد ترکوندش، آبروی نسل یک رفت. آقا خلصه نسل هیچ کس گذشته، ولش کن، برو کار خودتو بکن، برو گل بزن. ماسکاریای زیبای سبر خلصه که مثل اینکه از گواردیولا نشه داره میگیره این ضربه تیر دروازه. آخرین فرصت های هر دو تیم برای زده هم زدن و آخرین فرصت برای برنده شدن در حین بازی، آخرین فرصت برای تیم خلصه و گل زدن. پاسکاری رو تو نگاه کن، پاسکاری که خلصه راست تو نگاه کن، دقیقه 90 0 دقیقه وقت اضافه، آخرین حمله و تموم. پنالتی کشی، ببین آقای خلصه خان ایشون میزنه چپ پایین، حالا نگاه کن دیدی درست گفتم، من مایل بودم همین وقت بره خلاص شماره 11، منم شماره 11 هم گلش کنم، سمت راست بزنم گل میشه، راست بزن گل میشه، دیدی گفتم راست گل میشه. به این ترتیب سروش اشکاس از جدیر خدافظی میکنه و به این ترتیب سبله خلاص قلم روی بعدی رو مال خود میکنه و سمت شمال غربی ایرانو برای خود میکنه.
فقط 5 نفر از رپرها باقی موندن و هنوز پوتک و شایه بازی نکردن. از بین 5 نفر باقی مونده ببینیم که بالاخره پوتک و شایه میافتن یا نه، که اولین مادهشون رو انجام بدن در مقابل بقیه رپرها. کسی نیست جز محمد رضا شایه. میریم سمت شایه در جزیره. شایه فلش رو میچرخونه و به سمت بالا میافته. یعنی محمد رضا شایه و امیر تتلو. بله اینجا جاییه که همون حرفی که مدیخان گفته از تکرار خواهد شد و من گفتم که اگر تتلو بتونه بیچرو رو ببره تتلو قهرمان جدید خواهد شد و این رو شما به عین چشم به عینن میخواهید. امیرزا شایی وادی رو شروع میکنه، ببینیم که بالاخره میتونه امیر تتلو رو یکی شکست بده یا نه، که اصلا به نظرم این امکان پذیر نیست. امیر تتلو به سمت چپ میرسونه شماره 28 به جلوتر. نه آقا یه ذره دفاع رو نگردار، همینجوری ما زرد شد. بده اون وسط. آمرکلا آمرکلا همین شد. شایه من یه کاری میکنم ببری ولی خدای شیونه ما یادت نره. بده وسط گازشو بگی خودت برو. بده وسط داخل بچرخ اون بر بزن. شوت تموم کار دیده گفتم خودم که یه کاری میکنم ببر. کتلوی که بیشتر رو برده بود از جزیره خدافظی میکنه بر شایه در اولین بازیش. بعد کسی رو شکست داد. امیر تتلو با 4 تا قبیله و کلی شبکبه و دبدبه از جزیره خدافظی میکنه، در آبهای خروشان شنا میکنه و محمد رضا شایه در عین ناباوری صاحب 5 قرن رو همزمان میشه و نصف جزیره رو مال خود میکنه. حالا کسایی که دارن ویدیو رو نگاه میکنن همین الان کامنت بذارین از بین این 4 نفر که تو جزیره موندن کدومشون قهرمان میشه. خدای نگاه نکن نزن جلو، یه لحظه پیش بینی بکن. بریم پیش بینی کرد. بریم آره اگر اونارو بچرا این تا ببینیم که بالاخره پوتک میفته یا نه. بله کسی نیست جز مستر پوتک. در جزیره متخان به سمت پوتک میره. پوتک فلش رو میچرخونه به سمت چپ بالا میافته. یعنی پوتک در مقابل 11 تا حسین ابلیس. بله جایی که اولین بازیش رو میخواد پوتک در مقابل یکی از نسل یکی ها انجام بده. همینجوری که خیلی ادعا میکنه مثل کریستیانو رونالدو میخواد بازی بکنه و اول کوچ رونالدو و رونالدو فنه. آقا من طرفدار حسین ابلیس هم. من نمیدونم حسین ابلیس داره زده حمله های خطرناکی رو انجام میده رو سمت دروازه که پوتک. پوتک زیر طول میکشه روی سر بازیکنان خودی حسین ابلیس. ولی حواسش باشه پوتک چه سرعتی داره. بگی وسطو بگی وسط همون لب خط لب خط بوری کن حسین. خدا نیمه وسط سف آقا گوشه رو وسط برو از وسط برو آقای حسین ابلیس خان. وای چه سوتی دادی پوتک، رفت گل و الان بهت میزنه. چه سوتی بود اونجا دادی. به این ترتیب حسین ابلیس از رقابت های فوتبال خداحافظی میکنه و فقط و فقط نسل یک در جزیره میمونه و پوتک فقط با یک بازی صاحب 3 قلم را میشه. گردانم چرا این تا بازی نیمه نهایی مشخص میشه و کسی نیست جز محمد رضا شایه 5 قلم رو. شایه فلش رو میچرخونه و سمت پایین سمت راست میفته. البته اوشال شدیم بیرونه. سمت بالا سمت چپ چیه؟ سپر قلسه میفته. یعنی 11 تا شایه در مقابل سپر قلسه. هر کی ببره به فینال رقابت ها با پوتک میرسه. نظر منو بخوای دوست دارم واقعا قلسه بیاد در آتش کده. با سپر قلسه داره همه میزنن رو به جلو. شوت قلسه تو گوی گل. قلسه استعداد تموم شد رفت. من رفتم. استعدادش تد داره همه رو میترکونه. به این ترتیب محمد رضا شایی با 5 قلم رو و بیشترین جا از جزیره خدافظی میکنه. به این ترتیب سپر قلسه با 8 قلم رو بیشترین جایگاه رو در جزیره داره. و فینال رقابت ها سپر قلسه پوریا پوتک. بله میرسیم به فینال رقابت های رپر های فارس در جزیره مرگ و کسی در این بازی زنده بیرون نخواهد آمد به جز یک بازیکن. اما بازیکن کسی نیست جز خلصه 100%. آه خدایی بخوای عدالت رو برقرار بکنه اینجا باید خلصه ببره، ولی از اونجایی که هیچ وقت عدالت برقرار نشده خلصه فکر کنم ببازه. پوتک پس حالی میرسونه رو به جلو قشنگ یاره کار میکنه. پوریا پوتک تکزد بره کار میکنه به جلو تر شماره 7 به عقب تر. بگی لب خطو بگی باره کلا خرسه. مثلا بچه یای گوردیولا خرسه. فقط بچگی من نمیدونم قبلا مثل اینکه بلوغ رسیده بوده بیشتر آورده. حالا فکر کنم گواردیولا بچگی خلصه است. فکر کنم اینجوریه. آره شماره 17 پوتک از سمت راست داره زده حمله میزنه در فینال رقابت های جزیره مرگ. شماره 7 اوه بگیرش. باریکلا خود ساندگیچ قلصه. بگیش همین گلشه. خدای گلشه همین شد کن گلشه. شماره 17 بوریا پوتک به سمت شماره 11 استوب میکنه. شماره 7 این شماره 7 شون خیلی قویه. پوتک شماره 7 شون خیلی قویه. 7 تو بگی قلصه. قلصه 7 تو بگی. قلصه 7 تو بگی. گل به خودی قلصه مگه میشه؟ چرا؟ وای گل به خودی برام نمیشه. تو فینال همچین کاری کردی؟ قلصه با گل خودی که به خودش زد حذف میشه از رقابت ها و بوریا پوتک قهرمان جزیره میشه و با فقط 2 تا بازی تونستش در جزیره زنده بیرون بیاد. آقای پوتک چای وارزار خدافظ.